سرخط خبرهای این ساعت خط و نشان قاطع وزیر دفاع برای رژیم صهیونیستی افشاگری تازه اف بی آی درباره ترامپ انفجار در عربستان و شروط روحانی برای اثرگیری برجام درود و سلام بر شما همراهان گرامی به داغترین خبرهای این ساعت از اتاق خبر خوش آمدید. جهت آگاهی از تازه ترین رویدادهای ایران و جهان کانال ما را دنبال کنید. مشروع خبرها خط و نشان قاطع وزیر دفاع برای رژیم صهیونیستی وزیر دفاع گفت هیچ کس در منطقه رژیم صهیونیستی را نمیخواهد و آنها مجبور شده ان دور خود دیوار بکشند. امیر سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سیزدهمین جشنواره جوان سرباز حضرت علی اکبر که صبح امروز در مرکز همایش های امام علی علیه السلام در شهرک امام خمینی برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت جوان و دوران مقدس سربازی جایگاه بسیار بالایی دارد و این جشنواره به نام متبرک جوان امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبر است الگویی ماندگار برای همه نسل ها. امیر حاتمی ادامه داد در دنیای امروز قدرتی که در جهان حاکم است جز زبان زور نمی فهمد و اگر کسی قدرت نداشته باشد در ضعف خواهد ماند. وزیر دفاع گفت امروز به برکت انقلاب ایران اسلامی از همه ابعاد مختلف قدرت برخوردار است که از آن جمله میتوان به قدرت منطقی و قدرت محور مقاومت اشاره کرد. گروه های مقاومتی که نتیجه قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است و طعم این میوه را رژیم صهیونیستی به خوبی چشیده است. وی با اشاره به شکست های پی در پی رژیم صهیونیستی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گفت هیچ کس در منطقه رژیم صهیونیستی را نمیخواهد و آنها مجبور شده دور خود دیوار بکشند. البته آنها از سر استیصال گاهی ایران قدرتمند را تهدید می کنند اما همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند آنها در حد و اندازه ما نیستند و اگر غلط زیادی از آنها سر بزند تلاویو و حیفا را با خاک یکسان می کنیم. امیر حاتمی گفت آنها می دانند و اگر نمی دانند بدانند که اگر غلط اضافه کنند با اشاره فرماندهی معظم کل قوا این طرح اجرایی خواهد شد. افشاگری تازه ای اف درباره ترامپ به گفته یک مقام امنیتی آمریکایی عضوی از گروه ناسیونالیست راست افراطی پسران مغرور چند روز پیش از آشوب 6 ژانویه در کنگره با فردی مرتبط با کاخ سفید در تماس بوده است به نوشته روزنامه نیویورک تایمز این مقام امنیتی مطلع از تحقیقات تاکید کرد داده های ثبت مکان و تلفن همراه فاش می کنند که یک عضو پسران مغرور با کاخ سفید دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در تماس بوده است FBI به موضوع گفتگوی آنها اشاره نداشته و این مقام هم هویت دو طرف را فاش نکرده است. این ارتباطات در شرایطی کشف می شوند که FBI تحقیقات درباره تماس های میان افراد راست افراطی دست یاران ترامپ در کاخ سفید و اعضای محافظه کار کنگره در روزهای پیش از حمله به کنگره را شدت داده است. این مقام مطلع تاکید کرد این اطلاعات با این حال هیچ سندی از ارتباطات میان شورشیان و اعضای کنگره این حمله مرگبار را نشان نمی دهد. این مسئله ادعای دموکراتها را مبنی بر همدستی برخی از قانونگذاران جمهوری خواه در آن روز رد می کند. در همین حال انریک تاریو رهبر گروه پسران مغرور جمعه به نیویورک تایمز گفت او در جریان تجمعی مقابل منزل سناتور مارکو روبیو جمهوری خواه با راجر استون دستیار نزدیک دونالد ترامپ تماس داشته است. در جریان آن اعتراضات که چند روز پیش از حمله به کنگره رخ داد، او تماس راجرستون را روی بلنگو قرار داد تا برای تجمع کنندگان صحبت کند. با این حال یک مقام امنیتی گفت تماس تاریو و راجرستون مورد بررسی قرار نگرفته و تماسی که از مقابل منزل سناتور روبیو گرفته شده موضوع دیگری است. اینکه دو عضو این گروه ناسیونالیستی با افراد نزدیک به کاخ سفید ارتباط داشتند به معنای دسترسی گروه های افراطی خشونت طلب نظیر پسران مغرور به کاخ سفید و افراد نزدیک به رئیس جمهور سابق آمریکا است به گفته این مقام مطلع وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی این تماس اما هنوز تحقیقاتی علیه اعضای این گروه آغاز نشده سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا هم از اظهار نظر خودداری کرده است انفجار در عربستان صدای انفجار در آسمان جده عربستان شنیده شد برخی منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در آسمان جده در عربستان خبر دادند رسانه های سعودی از سرنگونی چندین فروند پهپاد انصار الله که به سمت آسمان ریاض در حرکت بودند خبر دادند عربستان مدعی رهگیری هشت پهپاد یمنی شد رسانه های سعودی مدعی شدند هشت فروند پهپاد ارتش یمن در آسمان عربستان رهگیری و منهدم شدند صابر نیوز اما از شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در آسمان شهر جده عربستان خبر داده است تا این لحظه ارتش و کمیته مردمی یمن عملیات پهپادی در عمق خاک عربستان سعودی را بر عهده نگرفتند شروط روحانی برای اثرگیری برجام حسن روحانی روز یک شنبه در دیدار با سایمون کاوانی وزیر امور خارجه ایرلند از آمادگی ایران برای همکاری با نهادهای بین المللی برای حل و فصل بحرانهای منطقه خبر داد و بیان داشت بهترین راه برای حل مشکلات با همکاران اروپایی در سطوح مختلف دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی مذاکرات مبتنی بر احترام متقابل و پرهیز از هرگونه تهدید و فشار است روحانی خاطر نشان کرد فعال شدن برجام به عنوان یک توافق چند جانبه بین المللی منوط به لغو تحریم ها از آمریکا و ایفای تعهدات کامل همه اعضاست. رئیس جمهور ایران از بیعملی و بیتحرکی اروپا نسبت به تعهدات برجامی انتقاد کرد و افزود جمهوری اسلامی ایران متعهد به برجام و حفظ آن بوده و تنها طرفی است که برای آن هزینه پرداخته اما این وضع نمیتواند به همین شکل تداوم یابد و برای حفظ و احیاء برجام اجرای کامل قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از سوی همه اعضای برجام ضروری است روحانی در ادامه گفت به رغم توقف اجرای پروتکل الحاقی ایران همچنان مصمم به همکاری با آژانس المللی انرژی اتمی در ایفای وظایف این سازمان بر اساس توافق صورت گرفته است رئیس جمهور ایران تاکید کرد ایران آمادگی دارد پس از رفع تحریم های غیرقانونی آمریکا و دست کشیدن این کشور از سیاست تهدید و فشار بلافاصله اقدامات جبرانی خود را منطبق با مفاد برجام انجام داده و به تعهدات خود عمل کند. ممنون از اینکه تا پایان خبرها با ما همراه بودید. جهت آگاهی از داغترین خبرهای ایران و جهان کانال ما را سابسکرایب کنید. تا ساعتی دیگر وقت بخیر.